خب مراحل ستون گذاری رو بهتون گفتم. الان میرسیم به ترسیم تیرهایی که شما نیاز دارید. واسه ترسیم تیرها شما دو تا راه دارید. یکی گزینه کویک درا بیمه، خب که اگه شما اینو کلیک کنین با انتخاب کردن تیر خط مورد نظر میتونین تیراتون رو رسم کنین. یه گزینه دیگه ای هم که هست گزینه درا بیمه که دورش حاشیه‌ای نداره. شما باید فاصله ستون تا ستون رو انتخاب کنین تا تیر واسهتون رسم بشه. شما نمیتونین تیر رو یه خط راست رو انتخاب کنین تا تیرگذاری انجام بشه. خب پس ما گزینه کویک درا رو انتخاب میکنیم و روی آل استوری قرار میدیم و به همین ترتیب تیرا رو رسم میکنیم. و فقط شما چیزی که باید توجه داشته باشین، شما بیاین اول تیرای دستکاپلتون رو رسم کنین به این صورت. خب ببینین توی این تیرا یه گزینه تایپ آف لاینه که نوع تیرتون رو مشخص میکنه که روی فریمه. پراپرتی نوعشه که شما انتخاب میکنید مثلا بیم 40x40 باشه. کانتینیوس هم باشه که لنگرها انتقال پیدا کنن و بقیه گزینه ها کاری باهاش نداره. خب ما اول تیر دستکاپلا رو رسم میکنیم. تیر دستکاپلمون رسم شد. روی آل استوری هم بود و تمام تا خرپشتم ببینین رسم شده. خب الان نیازه که ما بیایم بقیه تیرا رو رسم کنیم و فقط یه چیزی که هست توجه کنین، الان اگه تو راستای یک دهنه بی تا دی من بخوام تیر رسم کنم، چون یه سی اینجا وجود داره میاد دو تا گزینه بهم نشون میده. پس بهتره که من برم اون دهنه سی رو حذفش کنم، دیگه نیازی بهش ندارم. اسکیپ رو میزنم، کلیک راست، اد مودیفای گرید، مودیفای شو سیستم. خب من میام این تیر سیمو که مشخص شده بود غیر قابل مشاهدهش میکنم، ویزیبلش رو میزنم نو، اوکیش میکنم، دوباره اوکی میکنم. ببینید دیگه تیر سی واسه من مشخص نیست و الان تیری که من بخوام رسم کنم کلی واسهش رسم میشه. ببینید کلیه. خب پس همین روی آل استوری قرار میدیم و همین کار رو واسه تمام دهنه ها انجام میده و به همین صورت انجام میده. و فقط نکته‌ای که باید توجه داشته باشین، من حواسم نبود قبل از این که غیر قابل مشاهدهش بکنم، شما باید این تیر این دوتا رو هم رسمش کنید که حالا یه روش دیگه بهتون یاد میدم که نیازی به دوباره تغییر آوردن اون محوره نباشه. تیرا رو به همین ترتیب رسمش میکنم. و به همین صورت تمام تیرهام رسم شد. خب واسه اینجا شما میتونین روی گزینه درا بیم کلیک کنین و نوعش رو بذارین بیم 40x40، کانتینیوس هم باشه و الان این دوتا ستون رو انتخابش کنیم. ببینین من اینجا رو انتخاب میکنم، وصلش میکنم به اینجا، تیرم تو این ناحیه رسم شد. گزینه اینتر رو میزنم دوباره. توجه کنین که دقیقا مرکز ستون باشه و اینجا رو هم ببینین یه علامت به اضافه میاد، تیر میزنم دوباره اینترش میکنم و واسه تمام اینام رسم شد. خب حالا ببینین ما چون روی آل استوری گذاشتیم طبقه خرپشتمونم تیرا رسم شده. شما باید این تیرا رو حذفش کنید. میذاریم روی وان استوری، اسکیپ رو میزنیم که از برنامه خارج بشه برنامه تیر و تیرای اضافی رو سلکت میکنیم و دلت رو میزنیم. همونطور که مشاهده میکنیم و خط خرپشتمون. خب این از رسم تیرا. فقط یه چیزی هم که باید حواستون باشه، شما چون تیرا رو رسم کردین توی بیستون هم نیومده، چون آل استوری بود گفتم که شاید ممکنه که روی بیس بیاد ولی روی بیس ایجاد نشده تیرا، مشکلی ایجاد نمیشه. و فقط یه چیزی که توی پلان هست آسانسوراست. خب شما واسه آسانسورا نیاز دارین که توی تیرتون یه تیر فرعی تعریف کنین اینجا و اینجا که مشخص باشه محل آسانسور. خب ما میام چیکار میکنیم؟ یه گزینه ای داریم به نام توی ادیت گزینه ریپلیکیت. ریپلیکیت میاد چیکار میکنه؟ یه خط رو کپی میکنه یه جا دیگه. خب ما میگیم چی؟ ما میگیم این خط رو سلکتش میکنیم، میگیم این خط رو به اندازه چقدر؟ به اندازه فاصله شو اندازه گیری میکنیم اینجا، به این فاصله تا اینجا به اندازه 1.7 متر. خب میام اینو از گزینه ریپلیکیت به اندازه DX منهای، چون جهت X مون به این سمته، خب ما باید بزنیم منهای 1.7. منهای 1.7 میزنیم، تعداد کپی هامون هم 1 باشه و روی آل استوری قرار میدیم. یه بار دیگه سلکتش میکنیم، اوکی رو بزنیم ببینین. رو اوکی که من بیام تیره ترسیم میشه اینجا، اوکی رو میزنم تیره ترسیم میشه. و الان شما اینجا یه ستون نیاز دارین و اینجا هم نیازه که انتقال بدیم. ما دو طرف ستون، دو طرف آسانسور داریم. خب همینم هم به میزانه، از اینجا سلکتش میکنیم، گزینه توی منو ادیت گزینه ریپلیکیت و به میزان مثبت 1.7. ببینین اوکی رو من بزنم ترسیم میشه اینجا، واسه تمام طبقات هم ترسیم شد. و اینکه الان توی اینجا شما نیازی که چیکار کنین؟ یه تیری در این راستا هم واسه این دوتا بذارین. فاصله شو اندازه گیری میکنم به میزان بازم 1.7، میام این طرف و اندازه دستگاه آسانسورم هست 1.7. خب ما میام توی ایتابس میگیم این تی رو هم سلکتش میکنیم و این تی رو هم سلکتش میکنیم، میگیم ریپلیکیتش کن، کپیش کن در راستای مثبت 1.7 ببر بالا و دوباره همین تی رو سلکت میکنیم، از گزینه ادیت ریپلیکیت و به میزان 1.7 اوکیش میکنیم. ببینین کپی شد. و شما الان نیازه که این دوتا تیر قسمت اضافه رو پاکش کنید. واسه پاک کردن این دوتا قسمت شما باید، شما توی مثل اتوکد دستور تریمی ندارین، پس شما باید چیکار کنین؟ از گزینه درابیم استفاده کنین و توی این نقاطی که شما آسانسور دارین تیرتون رو ترسیم کنیم. اوکی میکنیم، دوباره توی اینجا میزنیم، اوکی میکنیم و الان همین منوال هم واسه این یه بار دیگه کلیک میکنیم. OK میزنیم. دوباره اینجا OK میزنیم. اینتر رو میزنیم. خب اسکیپ میزنیم از برنامه خارج شه. شما این دوتا تیر اضافه است واسهتون. این دوتا تیر رو سلکت میکنین توی آل استوری دلیتش میکنین و میبینین که دستگاه آسانسورتون ایجاد شد. و اینکه شما دستگاه آسانسورتون دیگه تا خرپشته نمیره و نیازی که خرپشته رو حذفش کنید. کلیک میکنیم تا گزینه خرپشته بیاد. روی وان استوری میذاریم و آسانسورها رو کلیک میکنیم و دلت رو میزنیم و میبینین که واسه بقیه طبقات هم رسم شد. و یه چیزی که هست شما بعداً بهتون توضیح میدم، بارگذاری دستگاه پله بدین گونه است که شما باید چیکار کنین؟ یه تیر نیم طبقه تعریف کنین. چرا؟ ببینین ما نمیایم بارگذاری رو روی تمام تیرای طبقه انجام بدیم واسه دستگاه پله. دستگاه پله پله‌های دو طرفه، از این طرف شروع میشه دستگاه پله، میاد تا میان طبقه به یه تیری وصل میشه. خب بعد دوباره میاد تا به تیر طبقه بست میشه. پس شما یه تیر میان طبقه تو کدوم راستا دارین؟ توی راستای دو دهنه چون اینجا ما سی تعریف کردیم، دهنه سی تا دی تیر میان طبقه باید تعریف کنیم. خب واسه تیر میان طبقه شما توی ETABS یه راه دارین که میتونین تیرا رو موو کنین به سمت پایین، بعد تیرای طبقه اصلیتون رو دوباره ترسیم کنین. من اینو میذارم روی آل استوری و الیویشن رو میارم توی راستای دو، اوکیش میکنم، کلیک میکنم یه دونه تیرای طبقه دستگاه پلمو و همش سلکت میشه. میام از گزینه ادیت موو جوینت فریم شیل، خب به میزان 1.5 متر میگم که منهای 1.5 متر، چون در جهت خلاف جهت زده میشه منهای 1.5 متر. اوکیش میکنم و میاد تمام تیرامو موو میکنه. و شما تنها چیزی که باید توجه کنین اینه که دوباره باید تیرای طبقتون رو ترسیم کنین. من دوباره کلیک میکنم اینو و تیرای طبقمو ترسیم میکنم. خب اسکیپ رو میزنم که خارج بشه. ببینین شما دوتا طبقه اولتون چون پارکینگ بود ارتفاع طبقاتش فرق میکرد، منهای 2.5 بود، 2.5 متر بود. پس من نیازه که این تیرای میان طبقه ای که رسم شده رو اول میذارم رو گزینه وان استوری، توی این دوتا طبقه دلیتش کنم و دوباره این دوتا تیر رو رسم کنم. روی وان استوری گذاشتم، میام از اول سلکتش میکنم، هم اینو هم اینو، میام ادیت موو جوینت و میگیم به میزان 1.25 منهای 1.25 مووش کن. اوکی میکنم و دوباره تیرای این طبقه رو ترسیم میکنم. اسکیپ رو میزنم. دوباره از اینجا حواستون باشه دقیقاً اونجایی که میخوان انتخاب بشه. اینتر، دوباره کلیکش میکنم، اینتر و اسکیپ رو میزنم که از دستور خارج بشه. پس تیرای میان طبقه ما هم ترسیم شد.